با نام و یاد خدا. سلام. سلام به همه دوستای خوب سال دهمی. بچه‌هایی که امسال اولین بار با یک کتاب ادبیات جدید، با یک کتاب متفاوت مواجه میشن. هم بچه‌ها هم معلم‌ها. یه کار جدیدی هستش، کتاب خیلی بهتر شده، تغییر و تحولاتی داره. ما سعی می‌کنیم کمکتون کنیم، راهنمایی باشیم برای شما تا بتونین از این کتاب جدید که با یک دید جدیدتری نسبت به آنچه که قبلا بوده اتفاق افتاده و نوشته شده آشنا بشید و با اون دید تازه بریم جلو ببینیم که کار ما چی هستش. کتاب یه چارت کلی، یه چارچوب کلی داره بچه‌ها. مثل همه کتابا با یه مناجات شروع میشه که الان با هم خواهیم دید و با هم بررسی می‌کنیم. اصطلاحاً به این مناجات‌ها توی ادبیات فارسی میگن تحمیدیه، از حمد میاد و اکثر کتاب‌های ادب فارسی ما با تحمیدیه‌ها شروع میشن، با مناجات‌ها، با راز و نیازهای خداوند. در این کتاب خیلی مثل سال‌های گذشته قرار نیست شما به حفظ یاد بپردازید. حالا به درس‌های خودش رسیدیم، خواهیم گفت. قبلاً بچه‌هایی که سال‌های گذشته سال دوم دبیرستان بودن یا این مقطعی که الان شما هستید قرار دارن، اینا شعرهای حفظی داشتن. الان دیگه اسمش شده شعرخوانی و معلمای عزیز باید توجه کنن که بچه‌ها رو به سمت تحلیل آثار ادبی سوق بدن، در کنار اینکه همچون گذشته ما مطالبی رو هم به عنوان نکات قرابت معنایی، نکات آرایه‌های ادبی و از این دست کارهایی که تو ادبیات مرسوم بوده و هست رو با هم پیگیری می‌کنیم. اما یادتون باشه کتاب جدید نگاهش نگاه تحلیلیه و اینکه به ما یاد بده یک اثر رو اول بخونیم، از زیبایی‌هاش بهره ببریم، افق‌های در واقع محورهای افقی و عمودی آثار رو بررسی بکنیم، یعنی آنچه که در سطح شعر قرار داره، یعنی همون معنی‌ها و الاخر، و آنچه که در عمق شعر وجود داره که مربوط میشه به آرایه‌ها و درک‌ها و دریافت‌های پنهانیش. اینا رو با هم بررسی بکنیم تا انشالله ببینیم که چه کاری خواهیم کرد و شما چه نتیجه از این کتاب و خواهید برد، از زحمتی که دوستان کشیدن چه بهره‌ای می‌بریم. خب با هم شروع کنیم درس نخست کتاب ادبیات رو، ادبیات سال دهم به نام کردگارد. همونجور که عرض کردم خدمت شما، این کتاب در واقع مثل همه کتاب‌های درسی دیگه با یک مناجات شروع میشه. به نام کردگار، به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک. همونطور که در مقدمه کار گفتم به شما، تحمیدیه داریم، یعنی با حمد و ستایش شروع کرده کتاب درسی ما، مثل همه کتاب‌های ادبیات فارسی که با حمد و ستایشی از خداوند بزرگ متعال شروع میشه. خب در اینجا هفت افلاک منظور تمام کائنات هستش و جهان هستی که در واقع این آرایه مجاز رو داره. حالا ما درس جلوتر که بریم به فراخور هر درسی و حال روز هر درسی سعی می‌کنیم آرایه‌ها رو به طور تکمیلی با هم دیگه کار بکنیم. مفهوم بیت تلمیح داره به آفرینش انسان، پیدا کرد آدم از کفی خاک، که می‌دونیم طبق روایات انسان رو از خاک خلق کرده خداوند. بیت بعدی میگه الهی فضل خود را یار ما کن، ز رحمت یک نظر در کار ما کن. یک نظر در کار کردن کنایه از توجه کردن هستش، نظر به کار کردن کنایه از توجه. خب حالا وقتی یک قید عددی میاد مثل یک، خب اینا عددها معمولا یادمون باشه یه موقعی عددها کلی هستن. یعنی چی؟ گاهی اوقات عددهایی که ما با هم سر و کار داریم عددهایی هستن که واقعا داره عدد، مثلا میگه 5 نفر اومدن، واقعا 5 نفر رو در نظر داره، یا 2 تا کتاب بردار، واقعا 2 تا کتابه. اما گاهی اوقات عددها معنای حقیقی خودشون رو نمیدن، مجاز هستن، مجاز از کم بودن یا زیاد بودن. مثلا وقتی با کسی قرار داریم میگیم 2 ساعت منتظرم، 2 ساعت علاف شدم، شاید 1 روب باشه این اتفاق، ولی ما با عدد 2 ساعت توصیف میکنیم قضیه رو، این 2 ساعت مجاز از مقدار زیاد هستش. یا مثلا 1000 بار بهتره، به این 1000 مجاز از زیادیه، واقعا عدد حقیقی نیستش که بگیم یعنی مثلا 999 بار نیستش یا 1001 بار نیستش. بنابراین اینجا هم قید یک منظورش حتی کوتاه‌ترین نظره، یعنی خداوند تو یه نگاه کوچیکت میتونه کار ما رو حل کنه و ما رو به موفقیت برسونه. زرحمت یک نظر در کار ما کن که دوباره همین منظور رو میرسونه و مجاز هستش. توی رزاق هر پیدا و پنهان، توی خلاق هر دانا و نادان. اینجا همونطور که مشخص شد و متوجه شدین، این توها منظور خداونده و
تمام بیت‌ها تا اینجا که خوندیم توصیف خدا رو داره برای ما انجام میده. رزاق در دایره لغات ما به معنی روزی دهنده هستش، خلاق، آفریننده و مبدع به حساب میاد. خب پیدا و پنهان از نظر قلمرو ادبی، یکی از چیزایی که امسال توی یک کتاب جدیدتون باهاش مواجه میشین قلمروهای زبانی، قلمروهای ادبی و قلمروهای فکری هستش، یعنی همون محورهایی که بهتون گفتم، لایه‌های ظاهری و سطحی آثار، لایه‌های عمیق و درونی آثار. پیدا و پنهان تضاد هستش، مربوط به قلمرو در واقع ادبیه. موقعی که ما داریم یک جمله رو معنا می‌کنیم یا نکته دستوریش رو می‌گیم یا یک کلمه رو معنیش رو مشخص می‌کنیم، میشه قلمرو زبانی کار. خب دانا و نادان هم همچنین اینجا باز آرای تضاد رو دارن. یادمون باشه که همه تضادها یک مراعات و نظیر هم هستن. میتونی همین الان گوشه کتابت بالای این درس یادداشت کنی که همه تضادها یک مراعات و نظیر هم به حساب میان. زهی گویاز تو کام و زبانم، توی هم آشکارا هم نهانم. زهی یا زه یا زنهار، اینا در واقع شبه جملن و در معنی آفرین و احسن، یا بعضی هاشون مثل زنهار مثلا برحذر بودن و مراقب بودن هستش. درست شد؟ بنابراین این شبه جمله رو دقت کنین که تأثیری در کل معنا نداره، تأثیر روانی معنایی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما این زهی رو هم نخونیم جملمون باهاش معنی میشه گویاز تو کام و زبانم. خب ما میدونیم که نهاد جمله ما در واقع خداوند هستش و داره با اون حرف میزنه. حالا زهی میگه که احسن، آفرین، باریک الله، ای کسی که این اتفاق افتاده، کام و زبان من از تو گویا هستش. کام مجاز از دهان هستش. بین کام و زبان باز همونطور که مشخصه و میدونید ما مراعات نظیر داریم، توی آشکارا هم نهانم. خب که مشخصه آشکارا و نهان دوباره آرایه تضاد رو برای ما ساخته. چو در وقت بهار آیی پدیدار، حقیقت پرده برداری به رخسار. خب میگه وقتی که فصل بهار پدیدار میشود، در حقیقت ای خداوند تو از چهره خودت پرده برداشتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدایا زیبایی های فصل بهار در واقع تعریف و تفسیری از زیبایی های توه. بهار که همه جا زیبا میشه، ما تازه به زیبایی تو پی میبریم و با دیدن زیبایی ها به تو بیشتر آگاه میشیم و تو رو بیشتر میشناسیم. مفهوم بیت زیبایی طبیعت، همونطور که گفتیم، زیبایی های خالق آنهاست. این مفهوم با معنی چه فرقی میکنه؟ خب ببینید بچه ها، خاطرتون باشه که معنی و مفهوم تفاوتاشون اینجوری هستش که گاهی اوقات یک جمله معنی ظاهری کلمه رو داره. مثلا مثل همین عبارتی که خوندیم، مثلا میگه که به عنوان مثال سعدی میگه در این باغ سروی نیامد بلند که باد اجل بیخش از بن نکند. خب میگه در این باغ، کدوم باغ اینجا؟ استاره از دنیاست. سروی نیامد بلند، هیچ سروی پدید نیامده که اجل ننداخته باشه اون رو، از بین نبرده باشه اون رو. این میشه معنی. مفهوم این عبارت چیه؟ ناپایداری و بی‌اعتباری دنیا. در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند، به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند. خب شعر زیبایی از استاد هوشنگ ابتهاج، ه الف زایه. در این سرای بی کسی، سرا استاره از در واقع ایران هستش، تو روزگاری که این شعر رو سروده، به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند. خب این جمله اصلا خودش معنیه، به دشت پر اندوه ما پرنده پر نمیزنه. مفهومش چیه؟ استبداد و ظلم حاکمه در جامعه. مفهوم کجا کمکمون میکنه؟ ببینیم بچه ها، مفاهیم، برای اینکه مفاهیم رو در نظر بگیریم و بفهمیم چیه، توی قرائت معنایی اثر بخشه. یعنی تستایی که میخواید برای قرائت معنایی حل کنید، یا سوالایی که میگه مفهوم این عبارت با کدام گزینه، با کدام بیت زیر هماهنگ هست، تو این بخش باید دنبالش بگردید. خیلی موقع معنی ظاهری عبارات کمکمون نمیکنه. خب حقیقت اینجا قیده، یعنی حقیقتن، به واقع، نقش قیدی داره. یادمون باشه که هر کلمه ای رو که ما
به شکل تنویندار تونستیم معنی بکنیم اون قیده. چرا؟ چون تمام کلمات تنویندار تو فارسی قید به حساب میان. پس این هم یک نکته دیگه که یادداشت بفرمایید. همه کلمات تنویندار در زبان فارسی قید محسوب میشن. پرده برداشتن کنایه از نمایان شدن و آشکار شدن هستش. فروغ رویت اندازی سوی خاک، عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک. معنی عبارت مجددن: ای خداوند، تو نور خدایی خودت را بر زمین و انسانها میتابانی و نقش‌ها و چیزهای شگفت‌آوری از خاک پدید میآوری. یعنی هر چیزی که از خاک پدید میاد، گیاهان، هر آنچه که ما میبینیم به عنوان محسوسات و عینیات دنیا، اون چیزیه که خداوند به خواست خودش و به اراده خودش و از ذات خودش برای ما آفریده. فروغ در قلمروی زبانی این عبارت معنیش روشنایی و پرتو هستش. گل از شوق تو خندان در بهار است، از آنش رنگ های بیشمار است. خب قلمروی زبانیش میگه از آنش، یعنی چی؟ باز بررسی لایه های دستوری و زبانی عبارت. آنش آن به اضافه ضمیر شین هستش، یعنی از آن سبب برای او. این شین یعنی برای او این اتفاق داره میفته. مرجع ضمیر شین در آنش کدومه؟ گل. ببینین میگه گل از شوق تو خندان در بهار است، از آنش رنگ های بیشمار است. چه چیزی رنگ بیشمار داره؟ گل. برای او، اون این او برمیگرده به گل که میشه مرجع ضمیر ما. قلم روی ادبی کار خندان بودن گل کنایه از شکوفایی هستش. خب حالا همینجوری که میبینید ما سعی کردیم یواش یواش آشناتون کنیم، اول تعریف ها، حالا دیگه تفکیک قلمرو ادبی و زبانی رو شما باید یواش یواش یاد بگیرید. خندان بودن گل کنایه از شکوفایی که گفتیم. بیت آرایه حسن تعلیل داره. حسن تعلیل چی هستش؟ خب ببینیم حسن تعلیل چیه. ببینیم بچه‌ها، حسن تعلیل یعنی این که برای یک امر طبیعی شما یک دلیل شاعرانه یا نه کلن دلیل غیر طبیعی و واقعی ذکر کنید. به عنوان مثال، مثلا این قلمی که در دست منه رنگش سیاه هستش، من میگم میدونین چرا این قلم سیاهه؟ چون عزا داره. خب این میشه حسن تحلیل. یعنی چی؟ یا با ماژیکی که بنویسیم یا مدادی که بنویسیم سیاه مینویسیم، میگیم چون عزا داره سیاه مینویسه. دلیل سیاه نوشتنش رنگیه که از ابتدا واسه اون تعریف شده، جوهریه که توش پر شده، اون رنگی که به اون بدنه اون مثلا وسیله یا دستگاه زدن، درست شد؟ این دلیل اصلیشه. ما برای این چیزی که یک دلیل مشخص و واقعی داره داریم یک دلیل غیر واقعی ذکر میکنیم که به این میگیم حسن تعلیل. مثلا شاعری داریم میگه که باران همه بر جای عرق میچکد از ابر، پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد. علت بارش باران رو چی میدونه؟ شرم و حیای ابر از چهره معشوق. خب طبیعیه که این دلیل دلیل درست و مشخصی نیستش و دلیل غیر واقعی برای امر واقعی. میشه حسن تعلیل. میگیم بیت آرایه حسن تعلیل داره. گل از شوق تو خندان در بهار است، از آنش رنگ های بیشمار است. در معنی ظاهری جمله اینجا ما آرایه حسن تعلیل داریم. در مفهوم اصلی بله، خب همه چیز از ذات خداوند هستش، که برخی از آرایه ها بیشتر به ظاهر جملات کار دارن، مثل همین آرایه که الان با هم بحث کردیم. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دانم که بیشک جان جانی. یعنی ای خداوند، هر وصفی که درباره تو بگویم کم است و تو بیشتر از آن هستی. بیشک میدانم که تو عمق وجود و ذات همه موجودات هستی. خب قلم روی معناییش رو با قرابت معنایی که ببینیم چی هستش. یعنی خداوندا، من هر چی که میگم تو بیشتر از اونی. مفهوم و پیامش میشه چی؟ ناتوانی انسان از درک و شناخت خداوند. مثلا حکیم صنایعی میگه که شعار بزرگ قرن ششم: نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. یعنی خدایا نمیتونیم وصفت کنیم، لا یدرک ولا یوسف، نمیتونیم وصفت کنیم، نمیتونیم درکت کنیم و تو لیسا که مثل ایشه، شبیه هیچ چیزی نیستی. میگه منم خدایا چه وصفی از تو بگویم؟ فقط میدونم که بیشتر از اونی هستی که من میگم و تو جان جان هستی، عمق عمق هر چیزی. نمیدانم نمیدانم الهی، تو دانی و تو دانی آنچه خواهی.
که خب ما اینجا آرایه های تکرار داریم، یعنی مثلا وقتی که یک کلمه چند بار در یک معنی، چند بار که میگم دوباره هم میشه ها، در یک معنی تکرار میشه، آورده میشه، بشه آرایه تکرار. تضاد بین نمیدانم و میدانم داریم، واژه آرایی حرف میم و نون. خب من یه توضیحی در مورد واژه آرایی هم به شما بدم. واژه آرایی چی هستش؟ اجازه بدیم ما از این میزمون استفاده بکنیم، بگیم واژه آرایی چی هستش و چه کاربردی داره. واژه آرایی یعنی که یه حرف چندین بار در یک عبارتی تکرار بشه به طوری که ایجاد موسیقی بکنه. این اون چیزیه که توی سطح دانش آموزی و مدرسه برای ما رایج شده، هرچند که شاید در اصلش و اون چهره آکادمیک واقعیش این شکلی نباشه. به عنوان مثال شما این بیت حافظ رو دقت بفرمایید، میگه که سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند. خب ببینید، واژه آرایی یعنی آوردن یک حرف یا یک واژ به طوری که ایجاد موسیقی کنه. ما با حداقل 3 تا و حداکثری دیگه نداره واژه آرایی میگیریم. اما اونایی که 3 تا هستن، مثلا ببین سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همه ما اولین بار که میشنویم با حرف چه بیشتر آشنا میشیم. این ایجاد موسیقی میکنه، ایجاد لذت شنیداری واسه ما میکنه. اما من 4 رو میشمارم، ببینید چمان، چرا و چمن. حالا اگر بخوام میم های این عبارت رو بشمارم، نگاه کن، سرو چمان من میل چمن نمی کند، یه دونه رو جا انداختیم گویا، چمان من چرا میل چمن نمی کند. خب الان ما اینجا جان انداختیم، 5 بار از میم استفاده کردیم. حالا نون ها رو بشماریم، چمان من چمن نمی کند، نه می کند، 5 بار هم از نون. اما آنچه که بیشتر به گوش ما اومد چی بود بچه ها؟ حرف چه بود. بنابراین اصل واژه آرایی اینه که ایجاد موسیقی بکنه و حروفی مثل چه، مثل شین، اینایی که کوبش بیشتری دارن با ستا هم میتونن ساخته بشن، همینطور که اینجا توی این بیت حافظ دیدیم 3 بار چه اومده، ولی خیلی به گوش بیشتر میاد تا اون 5 بار نونی که اومده. اما در ما بقیه موارد ما با 5 بارش مثلا میگیریم با 5 بار و به بالا میتونه واژه آرایی باشه اگر یک حرفی به طور دائم تکرار بشه. به این میگن واژه آرایی، یا اسم دیگه‌اش نغمه حروف هستش. خب مفهوم دوباره ناتوانی انسان از درک و شناخت خداوند و پدیده های هستی، که خب اکثر شاعران عرفانی سرا، یعنی اونایی که تو قلمروهای عرفانی و فکر عرفانی سیر میکنن و شعر میگن، به این مفهوم بسیار بسیار اشاره دارن. خب شعر از عطار نیشابوری از کتاب الهی‌نامه، و این هم تصویر مقبره عطار در شهر نیشابور که انشاءالله بتونین یک سفری اونجا داشته باشیم و یادی از این بزرگان بکنیم. اما بریم سراغ درس بعدی. خب گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقله زن چهره نما تیز پا. اینجا دیگه از توصیف اومدیم بیرون، یعنی توصیف تحمیدیه گونه، توصیف خداوند اومدیم بیرون. حالا داره یک مفهوم عینی و واسه ما توصیف میکنه که در واقع چشمه از سنگی جدا شد. بریم ببینیم که چی میخواد به ما بگه، این چشمه برای چی جدا شده و چه اتفاقایی براش قراره بیفته. یکی چشمه، چشمه ای معنی میده، در واقع این یکی معادل یه نکره هستش. قلقله زن چهره نما هر دو صفت فاعلی هستن، اصطلاحا بهشون میگن فاعلی مرخم، یعنی دنباریده شده، یعنی کوتاه شده، قلقله زننده بوده در اصلش. چی دنباریده شده؟ چه دنبی از اینها کنده شده؟ نشانه صفتهای فاعلی که حالا بعداً در درسهای دیگه شاید بیشتر با هم بحث کنیم. چهره نماینده بوده. خب تیز پا باز هم صفت هستش به معنی شتابنده و سری، که همشون در واقع توصیف این چشمه هستن، صفتهایی برای موصوف ما که چشمه باشه. گه به دهان برزده کف چون صدف، گاه چو تیری که رود بر هدف. خب
ببین این گاه و گاه نشون میده این جمله همچنان باید ادامه داشته باشه. به این جمله های ادامه دار ما اصطلاحا میگیم موقوف المعنی، یعنی جمله ای که تموم نشده. معنی جمله توی یه دونه بیت یا یه مصرع تموم نمیشه و ما باید بیت بعدی رو هم بخونیم. خب مفهوم کلی توصیف حالت چشمه هستش. قلمرو ادبی این بیت چشمه چون صدف، تشبیه میگه گه به دهان برزده کف چون صدف، مثل صدف. چی مثل صدفه؟ اون چشمهه. پس تشبیه وجه شبه کف به دهان داشتن هستش. دوباره گاهی شبیه تیر هستش. وجه شبه سری بودن و با شتاب رفتنه که توی بیت قبل به ما اینو گفتش. مصرع اول آره یه تشخیص هم داره. چرا؟ چون در واقع چشمه‌ای که به دهنش کف آورده، مثل مرواریدی که کف به دهن بیاره. خب هر کدوم اینا رو در نظر بگیریم آرایه تشخیص داره، یعنی در واقع قائل شدن یک ویژگی انسانی برای یه موجودی غیر از انسان. گفت در این معرکه یکتا منم، تاج و سر گلبن و صحرا منم. بیت مفاخره داره، شاعر در از زبان در واقع چشمه داره فخر فروشی میکنه به ابیاتی که در واقع سوژه اون بیت، مثل اینجا که چشمه است، یا شاعر اون بیت از خودش خیلی تعریف بکنه، اصطلاحا میگم مفاخره کردن. خب مثلا حافظ میگه به بیت حافظ، به شعر حافظ شیراز میرقصند و میخوانند سیاه چشمان و کشمیری و ترکان و سمرقندی، یعنی همه جا دارن با شعر حافظ لذت میبرن، میخونن و به رقص در میان از این شعرها. خب این شاعر داره فخر میکنه از حالا حالتی که داره در نظر میگیرش. اینجا حافظ شعرش رو در نظر گرفته. توی این بیت شاعر ما در واقع چشمه رو داره به ما نشون میده که داره مفاخره میکنه. خب معرکه میدان جنگ و قوقا به شکل عامیانش گفته میشه، ولی معرکه خودش به معنی میدان جنگ هستش. در قلمرو دیگه زبانی ما واژه گلبن هستش که در اصلش بن گل یا بوته گله، یعنی یک واژه مرکب دو تیکه‌ای به حساب میاد که بعداً توضیح میدیم که واژه مرکب یعنی واژه‌ای که از ترکیب در واقع یک یا دو تا بخش، یک یا نه دو بخش مجزای معنادار یا دستوری ساخته بشه، مثلا کتابخانه. یک تا به معنی تنها، بی نظیر. قلم روی ادبی این دوباره چشمه به تاج سر گفت در این معرکه یکتا منم، اینجا ما آرایه این نداریم. تاج سر گلبن و صحرا منم، من تاج سر هستم. برای کی؟ برای گلها و گلبن صحرا در واقع من تاج سر به حساب میام. خب این میشه قلم روی ادبیش که آرایه تشبیه رو برای ما میسازه. چون بدوم سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. باز همه حالت فخر فروشی هستش که چشمه اینجا به خودش مغروره و این حرفا رو داره میزنه. چون بدوم یعنی وقتی که بدوم. حرف چون وقتی معنای وقتی که یا هنگامی که بده، اصطلاحا بهش میگن حرف ربط. گاهی اوقات معنی مثل و مانند میده، مثلا چون صدفی در دل روزگار یعنی مثل صدف. بنابراین به معناهاش باید دقت کنیم. اینو به این سبب گفتم که برخی موارد ما میبینیم که بچه ها بلافاصله با دیدن کلمه چون آرایه تشبیه رو قائل میشن و میگن این بیت یا این جمله آرایه تشبیه داره، در صورتی که همیشه اینجوری نیست. باید به معنی چون خوب فکر کنیم. قلم روی ادبی ما بوسه زدن سبز دوباره آرایه تشخیص رو برای ما میسازه. چون به گشایم ز سر موشکن، ماه ببیند رخ خود را به من. باز ببین این چشمه چقدر به خودش مغروره، میگه من وقتی پیچ و تاب موهامو باز کنم ماه چهره خودش رو توی من میبینه. اینجا یک ایماج داریم، تصویرسازی داریم. ایماج یا تصویرسازی یعنی چی؟ باید تو یه خورده تصویری نگاه کنی. مثلا شاعر میگه ماه را با کاسه آب نوشیدم. یعنی چی؟ یعنی این که من یک ظرف آب دستمه، عکس ماه افتاده اون تو و من این ظرف رو می نوشم، بعد میشه ماه را با کاسه آب نوشیدم. درست شد؟ پس این تصویرسازی که داره میکنه، باید ببینیم که چشمه وقتی صاف میشه عکس ماه اون تو میفته و میگه ماه میتونه چهره خودش رو درون من ببینه. شکن به معنی پیچ و تاب هستش. چین و چروک که نه برای مو قائل نمیشیم اگر غیر مو باشه، چرا؟ ولی برای مو میگیم پیچ و تاب یا همون چین و شکن که معمولا با هم همراهه. قلمرو ادبیش
مصرع دوم برای یه تشخیص داره. تشخیصش چیه بچه ها؟ اینکه ماه داره رخ خودشو میبینه. خب مصرع نخست کنایه از ساکن شدنه، یعنی اینکه من پیچ و تاب موها از هم باز کنم و این موها صاف بشه، منظورش اینه که این آب راکد و ساکن بشه و در واقع زلالی خودشو نشون بده. قطره باران که در افتد به خاک، زو بدمد بس گوهر تابناک. میگه قطره باران که توی خاک میفته، از اون گوهرهای تابناک در میاد. در بر من ره چو به پایان برد، از خجلی سر به گریبان برد. باز اینجا نگاه کن، این حالت موقوف المعنایی داره. این دو بیت موقوف المعنایی. چرا؟ چون این میگه زو بدمد گوهر تابناک، چی میشه؟ در بر من ره چو به پایان برد، از خجلی سر به گریبان برد. گوهر تابناک استاره از گلها و گیاهانه. میگه این قطره باران میفته توی زمین، ازش گوهر میاد. گوهر یعنی مروارید، یعنی جواهر. خب این گوهرهای درخشان و تابناک چیا هستن؟ منظورش گل و گیاه هستن که میشه آرایه استعاره رو واسه ما میسازه. سر به گریبان بردن کنایه از شرمسار شدنه. ابر ز من حامل سرمایه شد، باغ ز من صاحب پیرایه شد. حامل هم کننده هستش. خب مفهومش رو میفهمی یعنی چی؟ میگه ابر اگر سرمایه داره، سرمایه ابر چیه؟ قطرات بارانشه. میگه از کجا پیدا کرده؟ از چشمه. چرا؟ بخار میشه، بخار آب میره به بالا و ابر رو تشکیل میده و ابرم باران رو. باغ ز من صاحب پیرایه شد، میگه باغ و بستان اگر زینت و زیوری دارن، از منن که این زیورها رو دارن. یعنی چی؟ آب نباشه، باغ و درختی هم نیست، گل و گیاهی هم نیستش. خب پیرایه به معنی زیوره، سرمایه استاره از بارانه، پیرایه استاره از گل و گیاه هستش. خب جمله آرایه تشخیص رو هم داره، حامل سرمایه شدن ابر و اینکه باغ صاحب چیزی بشه. گل به همه رنگ و برازندگی، می کند از پرتو من زندگی. معنی عبارت، یه گل با همه زیباییش، با همه دلارایی خودش، وجود آبه که باعث میشه اون هم وجود داشته باشه، اون هم باقی بمونه، اون هم اصلا پرورش پیدا بکنه. پس گل و گیاه از منه که زیباییشونو دارن. در بن این پرده نیلوفری، کیست کند با چمنی همسری. خب پرده نیلوفری منظورش در واقع آسمان هستش. میگه توی این زیر این آسمون کیه که بتونه با من رقابت کنه، با من برابری بکنه؟ معنی رو که میبینید. قلمرو زبانیش، بن یعنی ریشه، بنیاد، در اینجا به معنی بیخ و زیر میباشه. همسری کردن یعنی برابری کردن. همسر یادمون باشه که یک واژه مشتقه، اساسا هم پیشونده در زبان فارسی. من دیدم که خیلی موقع بچه ها به اشتباه مثلا کلمه مثل هموطن، همسر رو مرکب میگیرن، در صورتی که هم پیشونده معنی خاصی نداره. قلم رو ادبیش پرده نیلوفری، گفتیم استاره از آسمانه. زین نمتان مست شده از غرور، رفت ز مبدا چو کمی گشت دور. خب باید بیت بعدی رو هم ببینیم. میگه زین نمت یعنی به این شکل، به این شیوه، به این روش. مبدا از ابتدا و نخست هر چیز رو گفته میشه. خب مست شده از غرور، یادمون باشه ما از غرور مست نمیشیم، شرابه که مست کننده است. پس اینجا غرور مثل شرابیه که مست میکنه. اصطلاحا به اینها میگیم چی؟ استعاره مکنیه، که باز سر فرصت خودش با هم بحث خواهیم کرد. کنایه، این مست شده از غرور کنایه است. چرا خود این عبارت مست شده از غرور رو من در واقع ترکیب مست شده رو استعاره نگرفتم؟ اینو معلمای عزیزمون هم دقت کنن. یادتون باشه که مست شده صفت هستش و صفت هیچ وقت تاکید میکنم نمیتونه استعاره بشه. درست شد؟ صفت اگر به جای موصوفش بیاد میشه کنایه، مثل اینجا. ببین مست شده یک صفت مفعولی هستش. مثلا میگیم در نیابت